تیم به سریالی که الان داری بازی میکنی، زخم کاری. خودت راجع به شخصیت حاج مظفر چه تحلیلی داری؟ حاج مظفر چه شخصیتی؟ آره، حاج مظفر از اسمش پیداست. اولا حاجیه، یه دهاتیه که به هر حال با قبیله خودش پولاشونو گذاشتن رو همدیگه و با رانت به یه آلاف علوفی رسیدن. با رانت تونستن با شرکت‌های خارجی و این حرفا ارتباط برقرار کنن، با مواد مخدر هم بیگانه نیستن، صادر میکنن، وارد میکنن این حرفا، منتها این مخفیه، منتها این مخفیه. ولی رشد اینا از طریق این رانت و از طریق این به اصطلاح بزهکاری رشد کرد. ولی هنوز کیان؟ هنوز همون جعفرآبادی هن، همون فیض‌آبادی هن، یعنی مالا یک روستایی هن که اومدن اینجا قبیلن با همدیگه شراکت کردن، بزرگ شدن، رشد کردن. حالا دیگه به جای اینکه تو جوادیه بشینن، الان توی ظفر میشینن، تو الهیه میشینن. بله، ما از اینا زیاد داریم. بله زیاد، بله کاملا زیاد داریم. رسیدیم اینجا جایی طبقه. بله این حاجی هم از اونا، این آدمی که ما دیدیم تو اینجا دیدیم، اونجا دیدیم، اونجا دیدیم. اولا بالاخره حاجیه دیگه، نمازشو میخونه، اعتقاداتشو داره، به هر حال کارشو میگه من کار درستی دارم انجام میدم، دارم بیزینس میکنم، داره خودشو میره. منتها شکسپیر میگه که آز، طمع انسان رو به ورطه نابودی میکشه. پیام این فیلم هم همینه، پیام شکسپیره، میگه که آقا قدرت آخرش به حزیز ذلت میجنوزه. تو مکبس خوندی دیگه؟ آره مکبس، بله خوندی دیگه. بله آره. فیلم مکبس هم دیدی؟ فیلم مکبس هم دیدم. تحلیل از مکبس چیه؟ تحلیل مکبس همینه، همین آز و طمع و قدرت، همینه قدرت. لیدی مکبس شوهرشو چیز میکنه، تشویق میکنه که پادشاه بکشه، دانکن بکشه، بکشه تو خواب، تو خونه خودش، خونه خودش، بله تو مهمانی خودش، و حتی خونشو میگیره و پاک میکنه و اینا، شراکت داره در کشتن و باعثش همین لیدی مکبسه که به روانی میشه از این درجه، خونه اصلا پاک نمیشه از دستش.